یک دو سه حتی سه دو یک شروع کنیم. ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. به نام خالق نشانه ها، سلام علیکم. امیدوارم حال همتون خوب باشه، درست و درمون و پر انرژی و درجه یک و ایدئال توی یک جلسه خیلی مهم. بله چطور من بیارید بالا که بچه ها رو داشته باشیم. این جلسه جلسه وحشتناک مهمیه رفقا، کما اینکه جلسه قبل هم خیلی مهم بود. ما فرآیند یادگیری رو یاد گرفتیم، یاد گرفتیم چجوری باید درس بخونیم، چیکار کنیم، چه اتفاقی بیفته که همه مطالب از حافظه کوتاه مدت ما وارد حافظه بلند مدت ما بشوند. و این جلسه جلسه بسیار معروف پیتزاه و قراره توی این جلسه به تو یاد بدم که برای درس های حفظیت مخصوصا زبان انگلیسی چیکار کنی که عین آب خوردن به 70% برسی. سلام علیکم. سلام سلام سلام، بیاید بالا ببینم چه خبره، حالتون چطوره رفقا، همه خوبید؟ به 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 رفقای درجه ای که من، چه خبره امرو کلاس، چه خبره آقا، خیلی مخلصیم. خب بریم سریع شروع کنیم بچه ها، خیلی کار داریم، زمانمون هم خیلی محدوده و من مطمئنم که این جلسه از اون جلسه هاییه که وقتی تموم شد ملت دارن فریاد میزنن، فریاد میزنن و قطع به یقین قرار اتفاقهای مهمی بیفته و شرایط شرایط بسیار جذابی بشه در ادامه داستان. فقط ازت خواهش میکنم شیشتونگ حواست تو این کلاس باشه، مامان باباهای درجه یک و عزیز دل هم اگر در این کلاس حضور دارن حتما 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 حواسشون جمع این کلاس باشه. این کلاس کلاس مهمیه و خیلی قابل استفاده است برای همه، حتی پدر مادرها هم به واسطه این تکنیک و روشی که خواهم گفت اتفاقهای جذابی میتونه براشون بیفته و فرایند جالبی میتونه ایجاد بشه. من مطمئنم که بعد از این جلسه ما قطع به یقین عکس‌العمل‌های جذابی رو خواهیم دید. این جلسه جلسه مهمیه ولی به رسم فرایند همیشگیمون بریم یه دور برگردون داشته باشیم ببینیم چه خبر و اوضاع چطوره و تا الان فرایند چه جوری بوده و از الان به بعد چه کارهایی باید انجام بدیم و فرایند باید چه جوری باشه. خب رفقا، ما یه ماجرای خیلی مهمی رو با هم دیگه یاد گرفتیم و اون ماجرای خیلی مهم چی بود؟ این بودش که اگر میخوای یک اتفاق خوب و درجه یک برات بیفته و شرایط خیلی خوب، در درجه اول باید یه شناخت فوق‌العاده از خودت داشته باشی و بفهمی نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه، چیکار کنی سرعت عملت بیشتر بشه، چیکار کنی کیفیتت زیاد شه. حواست اینجا باشه، حواست اینجا با من باشه. ما برای اینکه تو کنکور سراسری به یه موفقیت درجه یک برسیم، اولین چیزی که نیاز داریم اینه که خیلی خوب و حرفه‌ای و درست و درمون، خیلی میزون، خیلی بذار با این رنگ بنویسم، خیلی علمی خودمونو کامل کامل بشناسیم. شناخت یعنی چی؟ یعنی دقیقا بفهمیم تا الان چی کار کردیم، از الان به بعد میخواییم چی کار کنیم، تا الان کجای کار میلنگیده و ضعیف بودیم، از اینجا به بعد چیکار کنیم قوی شیم، چیا تا الان خوب بوده، از اینجا به بعد چیکار کنیم اونا تثبیت بشه. خب بریم ببینیم داستان چیه. من برای اینکه یه شناخت خیلی خوب داشته باشم از دانش آموزم به کمک خودشم نیاز دارم، یعنی من مشاور به کمک خود دانش آموز میتونیم با همدیگه دست به دست هم بدیم یه شناخت خیلی خوب از دانش آموز به دست بیاریم. مشاوری که دانش آموزشو نمیشناسه سر کاره، مشاوری که آزمون تعیین سطح نمیگیره سر کاره، مشاوری که روزانه آزمون نمیگیره از دانش آموز سر کاره، چون قطعا داره برنامه کپی میده. وقتی تو روزانه میفهمی برنامه داره دانش آموز داره چی کار میکنه و روزانه گزارش عمل کرد ازش میگیری، پس میتونی نقاط ضعفش و نقاط قوتش رو بشناسی و یک برنامه شخصی سازی شده درجه یک به خود دانش آموزه بدی. این تا اینجای کار فهمیدیم، دم شما ها گرم، بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی داستان چیه؟ من مشاور بعد از اینکه دانش آموزم رو شناختم شروع میکنم روش و تکنیک بهش یاد میدم. این دیگه وظیفه منه، با دانش آموز فقط و فقط یه کار دارم، من میگم تو چی کار کن، تو هم بگو چشم کارو انجام بده و هیچ کار دیگه‌ای به هیچ عنوان حق نداری انجام بدی.
چرا پادگان ذوالفقاری رتبه های واقعی بدون تقلب واقعی زیادی داره؟ دلیل اصلی و عمدش اینه که من اینجا به عنوان فرمانده این پادگان خوب شاگردم و میشناسم و بر اساس شرایط خوب بهش روش و تکنیک یاد میدم. و یه نکته خیلی مهم دیگه ای که وجود داره اینه که دانش آموزای من سرباز منن، پس پشتکار دارن و غیرت، آدمای درجه یکی هستن که تکلیفشون با خودشون مشخصه. خب آقا من فهمیدم، آقای ذوالفقاری تو به من میگی اول میخوای منو بشناسی، آزمون تعیین سطح ازم میگیری، هم روانشناسی هم علمی، بعد بر اساس شناختت به هم روش میگی و برنامه. من دانش آموزم، چشمم کور، دندم نل، اگر یک هدف بزرگ دارم با غیرت میرم سراغ اون هدف. حل تو اینجا عجب تخته ای شد، وای نگاه کن، قشنگ نقشه موفقیت، قشنگ راه مشخصه، قشنگ معلومه که چه اتفاقی داره میفته و چه فرایندی داره ایجاد میشه. خب من تا اینجای کار همه چیزو فهمیدم، قشنگ فهمیدم داستان چیه. خب حل، بریم جلو. ما توی جلسه شناختمون برای اینکه دانش آموزمون بفهمه باید چی کار بکنه چی کار کردیم؟ گفتیم 5 برگه شناخت داری، اونو باید به من تحویل بدی، در کنارش آزمون تعیین سطح داری، هم آزمون روانشناسیه هم آزمون علمیه، که این دوتا در کنار هم به علاوه 5 برگه اصلی به من دقیقا میگن تو کجای داستان وایسادی و از اینجای کار به بعد من باید چیکار کنم که تو نتیجه بگیری. بچه ها حل تو اینجا؟ امیر امروز باید هی برسونی ها، گلو داغونه داغونه، دمت گرم، ببخش. خب آقا حل، فهمیدم داستان چی شد، تو به من اینا رو همه رو گفتی. اما آقای ذوالفقاری یه نکته خیلی مهم، تو برای اینکه شناخت خوب به دست بیاری گفتی 1 من باید روی برگه هدفمو بنویسم و تعیین تکلیف بکنم. اما یه نکته مهم، برگه هدف به چه دردی میخوره؟ 1 بدونم چی میخوام و تکلیفم معلوم باشه. 2 برگه هدفتو بزرگ بنویس، بزن رو دیوار اتاقت، روبروی میز تحریرت، روبروی تختت. چرا؟ داری درس میخونی یهوی حواست پرت میشه، میری تو در و دیوار، میری تو گذشته، مثل بدبختا، مثل بیعقلا پرتاب میشی در آینده، همینجوری تو بدبختیات غرق شدی و غوطه‌وری، یهوی برگه هدفتو میبینی برق سفاز میگیرت، تو گازشو میگیری. هممون اینجوری میشیم مگه نه بچه؟ هممون اینجوری میشیم مگه نه؟ همه ماها این اتفاق برامون میفته که یهوی وسط یه کار خیلی مهم مغزمون میپره این ور اون ور. بهترین کار برای اینکه مغز جمع بشه همین برگه هدف. یکی از بچه‌ها یه فیلمی فرستاده بود خیلی عالی بود، حالا اگه بشه میگم استوریش کنن، عکس سردر دانشگاه تهران رو داده بود، رو بنر زده بودن 2 متر، زده بود روی دیوار اتاقش، یعنی میرفت وای میساد انگار واقعا سردر دانشگاه تهران بود، میتونست بره تو. گفتم به چه دردت میخوره امیر حسین؟ گفت آقا ذره حواسم پرت نمیشه، یعنی یه لحظه مغزم میاد جا به جا بشه، یه لحظه میاد مغزم این و اون و بره، این میاد و منو قشنگ میشونه سر جام. دمت گرم، دست درد نکن. بنابراین یه ماجرایو یاد بگیر، یه ماجرای خیلی مهم که بسیار 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 اهمیت داره رو یاد بگیر. برگه یه هدف تمرکز میاره برای تو، برگه یه هدف تمام حواس پرتی تو رو از بین میبره. خب این حل تو اینجای کار، من فهمیدم چی شد. دومین داستان، قرار بود برنامه درسی رو بنویسیم که معلوم بشه چی خوندیم چی نخوندیم چیکار کردیم چیکار نکردیم، که گفتیم تو این برنامه درسی 4 سوال مهم رو باید جواب بدیم، چی خوندم، چقدر خوندم، چه جوری خوندم، از رو چی خوندم. و بعد برنامه ریزی زندگیمون، برنامه ریزی فردی، که این دوتا در کنار هم دیگه به ما برنامه ریزی درسی فردی میده. در کنارش یه جدول عادت داشتیم که تمام کارهایی که باعث میشه خوب درس بخونیم و بفهمیم مثبت، تمام کارهایی که نمیذاره خوب درس بخونیم و بفهمیم منفی، و یه برگه یه فکر که داره بدبختمون میکنه، همه یه مزخرف هایی که توی ذهنمون میاد و اعصاب و روان ما رو میزنه داغون میکنه. خب آقا فهمیدم، حل شد. ما همه این کارها رو داریم انجام میدیم،
فقط و فقط و فقط برای یک داستان. چه داستانی بچه ها؟ یه داستان. بچه ها میگن قد شد. بچه ها الان اوکیه؟ اوکیه. همه این کارا برای یه داستانه. این که تو یه ماجرای خیلی مهمی رو یاد بگیری. و اون ماجرای مهم چیه؟ الکی کار نکنی، خرخونی نکنی، تو باطلاق نیفتی. خب چی کار بکنم پس؟ عاقلانه و هوشمندانه و با تکنیک و با روش کار کنی. همین اون کسی که از صبح تا شب میزنه تو سر خودش و کتاب احساس میکنه کار درست داره میکنه، نه، تو خرخونی، تو بدبختی، تو داری وقت تلف میکنی، تو الکی و بیجا تو در و دیواری. ولی اون کسی که با فکر داره حرکت میکنه و میدونه که کنکور یک رقابت علمیه، داستانش خیلی جداست. پس حواست ششتون جمع داستان باشه. خب حالا آقا من تا اینجای کار همه چیزو فهمیدم، اما برم جلوتر ببینم داستان چیه. داستان اینه که ما تو جلسه اولی که فرایند علمی کارمون رو شروع کردیم گفتیم بچه ها اگر میخواید تو کنکور نتیجه بگیرید باید روش درس خوندن بلد باشی، باید یاد بگیری چجوری درس بخونی که درس ها وارد حافظه بلند مدتت بشه، و اگر تونستی این مدلی حرکت بکنی اون وقت یه اتفاق درجه یک برات خواهد افتاد. اما اگر این کار انجام ندی سرکاری. حالا من یه سوال ازت بپرسم، جواب منو توی چتروم بده. بچه ها یه سوال بسیار مهم، فرایند یادگیری چگونه بود؟ بود دو ببینم بگو ببینم اوضاع چطور بود تو فرایند یادگیری. فرایند یادگیری 5 مرحله داره: پیش مطالعه، مطالعه، دی ان، اف ام، مرور. به من بگو چگونه بود؟ بود دو به من بگو چطور بود؟ آها آها، ایول، فرایند یادگیری باعث شد همه ی مطالب وارد حافظه بلند مدت من بشه و عملا خیالم راحت باشه که هیچ موزل و مشکلی توی روند یادگیری من دیگر باقی نمیماند. حل. دم شما گرم. خوب حل تا اینجای کار. من این قضیه رو فهمیدم و برم ادامه داستان. خب من تو فرایند یادگیری روش درس خوندن رو یاد گرفتم. بچه ها روش درس خوندن چجوری بود؟ ما یاد گرفتیم برای درس خوندن باید 5 مرحله رو پشت سر هم بذاریم. مرحله 1 پیش مطالعه. کتاب و جزوه رو باز میکنم، بسیار سریع و سطحی از روش میخونم. اسمش پیش مطالعه است، یعنی روزنامه وار درس خوندن. من تو این مرحله فقط میخوام متوجه بشم که اون درس در مورد چیه. من فقط میخوام به مغزم تقلب برسونم، فقط میخوام مغزمو گرم کنم. من قرار نیست چیزی یاد بگیرم، من قرار نیست روی مطالب تمرکز کنم، من قرار نیست عمیق بخونم، من قرار نیست کند باشم، من قرار سریع و سطحی بفهمم اون مطلب در مورد چیه. فقط همین تا اینجای کار. مرحله دوم چی بود؟ مطالعه. چی کار میکنم؟ 1 کتاب و جزوه‌مو دوباره از اول باز میکنم، شروع میکنم با دقت خوندن. یعنی چی؟ زیر مطالب مهم درسی رو خط میکشم، هر چیزی که احساس کردم اهمیت داره، به درد بخوره و باید حتما جداش کنم از بقیه یه قسمت ها، زیرش خط میکشم. مرحله دوم چی بود؟ تثبیت. تو تثبیت چی کار میکنم؟ از روی مطالب مهم درسی مینویسم من یک چیزی رو یاد گرفتم. بچه چی رو یاد گرفتم؟ یاد گرفتم که یک بار نوشتن برابر چند بار خوندنه؟ یک بار نوشتن برابر چند بار خوندن؟ ماشاءالله 8 بار خوندن. خب حل تا اینجای کار. آقا پیش مطالعه کردم تمام، مطالعه کردم تمام، حالا میرم مرحله سوم، اصل داستان. اصل داستان چی بود؟ تو مرحله سه ما چی یاد گرفتیم؟ هر نکته مهمی، هر فرمول مهمی، هر داستان مهمی، هر نتیجه مهمی کجا میره بچه ها؟ آماشالله میره کجا؟ تو دی ان،
دین دو تا ویژگی داره. یک، باید خلاصه باشه. دو، باید کامل باشه. خب من یاد گرفتم هر نکته مهمی میره توی دینم قرار میگیره. تو دین. آره همه دارم میگن تو دین. هر نکته مهمی تو دین. این تا اینجای کار. اما مرحله چهارم چیه؟ دوباره کتاب و جزوه رو از اول باز میکنم، شروع میکنم با دقت نگاه میکنم و هر معضلی، هر مشکلی، هر موضوعی رو که نفهمیدم، هر جای کار که ایراد داشت، وارد فایل مشکلات درسی میشه و تا زمانی که فایل مشکلات درسیم برطرف نشه، معضلات و مشکلاتم برطرف نشه، نگرانی هام برطرف نشه، ایرادهای کارم برطرف نشه، از تو اف ام در نمیاد. حالا یه نکته مهم، اینو به من بگو ببینم اوضاع چطوره. اگر تو رفتی سر وقت فایل مشکلات درسیم و برای اینکه حلش کنی بردیش میشه یکی از استادا یه تکنیک بهت یاد داد، اون تکنیک میره کجا؟ اینو به من بگو. تکنیکه میره کجا؟ نکته میره کجا؟ آهان، نکته میره توی دین. بازگشت همه به سوی دین است. ایول، پس اگر مشکلی داشتم مینویسمش تو اف ام و تمام توانم رو میذارم برای اینکه اون مشکل رو حل کنم. زمانی که حل شد، اگر یک نکته یاد گرفتم، اون نکته میره کجا قرار میگیره؟ کجا قرار میگیره؟ دار و ندار من توی، ای دین. فکر و خیال من توی، ای دین. پس همه زندگی من توی، ای دین. حل تا اینجا، ماشاءالله که اینقدر همراهی، ماشاءالله. و مرحله پنجم چی بود رفقا؟ مرور. یعنی چی؟ یعنی دوباره برمیگردم از اول، از روی دین مطالب رو مرور میکنم. پس پشت سر همش چی میشه؟ پیش مطالعه، مطالعه، دین، اف ام، مرور. تمام. همه فهمیدن؟ آماشالله پر انرژی باش. ببینم سعید زده من با شیمی قهرم، آشتیتون میدیم. خب همه چی تکلیفش معلوم شد، ما الان فهمیدیم دقیقاً باید چیکار کنیم. خب پس من وقتی میخوام یه درسی رو بخونم، ببین من الان رفتم سر کلاس یه معلمی، تموم شده درس، میام جزوه رو باز میکنم، پیش مطالعه، مطالعه، دین، اف ام، مرور، حل. تمام. پس تو زمانی یک دانش آموز ایدالی تو خیابون داری میری تابلوی یه مغازه رو دیدی، پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور. روزنامه بهت دادم، پیش مطالعه، مطالعه، هر خوندنی تو زندگیت از این به بعد پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور. خب بریم جلوتر ببینیم داستان چیه. آقا ما یه نکته خوب یاد گرفتیم. چه نکته ای؟ ما یاد گرفتیم که فرایند یادگیری 5 مرحله. این 5 مرحله بسیار چیان؟ پیوستن. یعنی باید پشت سر هم انجام بشن. پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور. خب آقا اگه یه درسی حجمش زیاد بود چی کار بکنیم؟ اگه حجم درس زیاد بود اونو به قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کنیم و برای هر مرحله پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور، پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور، پیش مطالعه، مطالعه، دی ان اف ام، مرور. حل. قشنگ گرفتم چی شد. آقا من یه سوالی دارم، یه سوال خیلی 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 مهم. من با فرایند یادگیری درس می‌خونم. بله شما با فرایند یادگیری درس می‌خونی. پس کی تست بزنم؟ اینجا رو ببین، تو هر درسی بعد از انجام فرایند یادگیری
بعد از انجام فرایند یادگیری حالا شما حق داری بری شروع کنی چیکار کنی؟ تست بزنی. بچه فهمیدید؟ بله. خب فرایند یادگیری وقتی انجام میشه دو تا فیلتر داره. چی و چی؟ هر چیزی رو تو اون درس یاد میگیرم و نکته داره میره تو دین، هر چیزی رو که یاد نمیگیرم و مشکل دارم میره تو اف ام. پس هر موقعی داری درس میخونی دین و اف ام باید کنار دستت باز باشن. این تا اینجای کار، نکته ها همه رفتن تو دین. خب فرآیند یادگیریم تموم شد، حالا برم تستای اون درس رو بزنم. موقع تست زدنم دین و اف ام کنارته. هر 5 تا تست تخصصی رو که زدی و هر 10 تا تست عمومی رو که زدی میری از پاسخنامه تصحیح میکنی. اگر نکته یاد گرفتی میره کجا؟ دین. اگر تستی رو نفهمیدی، موزل و مشکل داشتی، نگرانی داشتی، میره کجا؟ اف ام. پس یه چیزی رو یاد بگیرم که قشنگ خیالم راحت بشه. من تو دینم تمام نکات مهم یه درس رو دارم. تو دین هر درسم، فارسی، دینی، شیمی، زیست، فلسفه، منطق، هرچ، این نکته های مهم، نکته های مهم جزوه معلم هست، نکته های مهم کتاب درسی هست، نکته های مهم آزمون ها هست، نکته مهم کتاب های تستم هست، نکات مهم کلاس ها هست. هر نکته مهمی از هر جای کائنات پیدا کردم در رابطه با یک درس میرود در دین همان درس قرار میگیرد. تمام. کل فرایند یادگیری حله. آفرین. یکی از بچه ها ببین چه نکته خوبی میگه، میگه من سر کلاس معلم هم دین اون درس جلوم بازه. ایول. بریم جلوتر، خیلی کار داریم. خب همه اینجا یه سوال خیلی مهم، یه سوال وحشتناک مهم. آقا ما کجا بفهمیم یه درسی رو 100% یاد گرفتیم و دیگه مشکل نداریم؟ اگر تو درس را با فرایند یادگیری خواندی و دین و اف ام داشتی و بعد تست زدی و دین و اف ام داشتی، تو اون درس رو 100% فهمیدی و تموم شده رفته پی کارش. حالا برای اینکه از خودت مطمئن شی بعدها بهت میگم. ما یه چیزی داریم تحت عنوان آزمون دین که مال این جلسه نیست، حالا به مرور زمان بریم یکم جلوتر بهت یاد میدم داستان چیه. اگه تو یه درس رو یه بار با فرآیند یادگیری بگیری بخونی، انگار 5 بار اون درس رو خونده. پس خیالت راحت رفته تو حافظه بلند مدتت نشسته و تو دیگه هیچ معضل و مشکلی نداری، خیالت راحت. و چقدر دینای خوبی نوشتید لعنتی ها. یعنی تو این یه هفته که فرستادید عشق کردم، عشق کردم و گفتم از امش فردا شب شروع کنن استوری کنن و تو کانالا بزن. دمتون گرم، اینقدر راحت میفهمید. خدایی دارم حال میکنم با دری پوشی یه عدتون. اما بعضی از بچه هایی که کنزه ترن و قرار سال دیگه پشت کنکور بمونن این سوال از همی الان میپرسن. آقا فرآیند یادگیری خیلی طول میکشه، راه دیگه ای وجود نداره؟ چرا؟ راه دیگه اش اینه که چند سال پشت کنکور بمونی که پیام نور واحد سگ‌آباد جنوبی بری کاردانی تو دوزی تانک قبول بشی. آقا جون برای رسیدن به رتبه یه خوب دانشگاه ایدال باید سختی بکشی، کنکور رقابت علمیه، تو باید تمام توان تو بذاری که این فرآیند علمیو علمی پشت سر بذاری. اما یه نکته مهم، فرایند یادگیری طول میکشه، بله، ولی فقط دفعه اول اینجوریه، چون 5 مرحله رو باید اجرا کنی. اما دفعه بعد که میخوای بری همون درس رو بخونی فقط میری دینش رو دوره میکنی، هیچ کار دیگه هم نمیکنی. هیچ کار. چرا هیچ کار؟ به خاطر اینکه توی دین حتی نکات مهم تست ها هم اومده و قرار گرفته. پس تو دیگه موزلی نداری، دار و ندار زندگی دین. یعنی اگر دین نداری کار تمام، دیگه به هیچ چیزی در کائنات فکر نکن، خیالت راحت که بدبخت شدی رفته پی کارش. خب حل تو اینجا، بریم شروع کنیم بقیه داستانو.
آفرین، یگانه زده. اگه دین نداریم باید بریم بمیریم. بله بله بله، 100%، 100%. چقدر بدآموزی داره کلاس ما. آیا آمادگی داری که به سراغ یک قسمت بسیار بسیار مهم برویم؟ سر ظهری با شکم گرسنه، آیا این تصاویر تو را اذیت نمی کند؟ آیا ذهن تو را به هم نمی ریزد؟ آیا فکر تو را دچار تشویش، نگرانی، اضطراب و واهمه نمی کند؟ آیا بزاق دهانت بیش از حد ترشح نمی شود؟ آیا اسید معده تو به غلیان نمی افتد؟ آیا همکنون که پای این کلاس نشسته ای بوی آویشن روی پیتزا، آویشن می ریزن رو پیتزا دیگه، تو را اذیت نمی کند؟ آیا مزه تند پیتزای پپرونی ذهن تو را به فرسخها دور نمی برد؟ آیا با روح و روان تو این تصاویر بازی نمی کند؟ ادامه بدم؟ اشکا داره در میاد یا نه؟ لعنتی، یکیشون زده صبح کله پاچه خوردم. وای از این پیتزا، وای وای وای. وای از این پیتزا، وای از این پیتزا. ای خدای مهربون، نمیشد یک مشاوره دیگه سر راه ما قرار بدی که سر ظهر جمعه در اوج گرسنگی ساعت نزدیکای 2 ظهر این تصاویر منحوس را به ما نشان ندهد؟ وای ببین چه خبره. میخوام یه روشی رو باهات شروع کنم که اگر تو از همین فردا صبح با من اومدی جلو، اگه تعطیل ترین موجود روی کره زمین هم باشی و به لحاظ ضریب هوشی منفی باشی، یعنی در حد یک لیوان خالی ضریب هوشی داشته باشی، باز هم مینیموم میتوانی زبان را به 60 برسونی. میخوام یه روشی رو باهات شروع بکنم که اگر میزان بهره هوشی تو در حد و اندازه یک عدد ساق طلایی باشه، باز هم بتونی توی فارسی به درصد مینیموم 70 برسی. میخوام یه روش رو باهات شروع بکنم که اگر بهره هوشی تو در درس عربی شبیه چی باشه؟ شبیه کالج من باشه، باز هم بتونی تو همین درس مینیموم به درصد مینیموم 60 برسی. آقا اوضاع خیلی درب و داغونه ها، اگر تو با من همراه بیای تو این روش، اوضاع تک تک درسایی که نیاز به این دارن مطالب حفظی و سریع یاد بگیری هیولا میشه. آی بچه های انسانی، تاریخ، جغرافی، روان، بچه های تجربی، قیدهای زیست، لغت های ادبیات، بچه ها عربی، وکب زبان، بیایید که الان یه قوقا به پا میکنیم. این جلسه خیلی داستان داره، یعنی بعد از این جلسه ترکشاشه که میخوره لط و پار میکنه بچه ها رو. نگاه کن ببین داستان چیه. شیشتونگ اینجا باش، شیشتونگ اینجا باش. همه موزلات و بدبختی ها و بیچارگی هایی که ما تو این درس ها داشتیم از الان به بعد به فراموشی سپرده می شود. دیگه خانواده وقتی در مورد زبان دارن صحبت می کنن، تو دیگه مجبور نیستی که خودتو بزنی به کوچه علی چپ، بلنشی، بپیچی، سوسکی بری تو اتاقت. وقتی تو فامیل دارن در مورد درصد عربی صحبت می کنن، تو علکی مجبور نیستی حرف و عوض بکنی. مثل مرد میشینی اون وسط و از درصدهای خفن تو این درس صحبت میکنی. دیگه دوره بدبختی تموم شد، دوره یأس و ناامیدی و بیچارگی تموم شد، دوره فرار کردن از فامیل در مورد این درس ها تموم شد. دیگه میتونی مثل یه مرد وایسی و در مورد زبان حرف بزنی. بریم ببینیم چی میشه، بریم ببینیم چی میشه، شروع کنیم. بسم الله. خوب آقا شیشتونگ اینجا باش. هر چیزی الان اعصاب روان تو داره خورد و خاک شیر میکنه، بری تو سطل آشغال، چون باید دقیقاً
دقیق 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 الان حواست اینجا جمع باشه. هر چی رو مخته الان بزن شفکش کن بندازش بیرون. برادر خواهر کوچیک‌تر هر کی بزرگترانه، هر چی الان اعصاب و روانتو داره درب و داغون میکنه بندازش از اتاق بیرون. شیش تنگ با من باش. اینجایی بریم که بریم. بریم شروع کنیم. آما ماشاءالله شروع کنیم. روش پیتزا. ما میخوایم همه درس ها رو که نیاز به حفظ کردن دارن و نیاز دارن این حفظیات وارد حافظه بلند مدت بشه و تهنشین بشه و اونجا باقی بمونه رو با یه روشی به نام پیتزا یاد بگیریم. ما تو این روش وکب زبان انگلیسی رو قورت میدیم، هم حفظ میکنیم، هم یاد میگیریم کجا استفاده کنیم، هم تهنشین میشه توی حافظه بلند مدتمون. بریم ببینیم داستان چیه. همه شیشتونگ اینجا، همه شیشتونگ اینجا. روانشناسا میگن اگر از حافظه یک آدم، بچه مغز نه، از حافظه یک آدم یک برش افقی بزنیم به یه چیزی میرسیم شبیه یک پیتزا که یک عالمه اسلاید یا تیکه داره. خب این تا اینجای کار، پس من تا اینجای کار فهمیدم که حافظه من شبیه یه پیتزاه. خب آقا به چه دردمون میخوره؟ روانشناسا تو این تئوری میگن ما یه حافظه ای داریم به نام حافظه پیتزایی و وظیفش اینه که تمام مطالب و همه مطالب و وارد حافظه بلند مدتمون کنه. اونا میگن اگر از حافظه یک انسان یه برش افقی بزنی به یه چیزی شبیه پیتزا میرسی. میگن وقتی تو دفعه اول یه مطلبی رو میخونی، اون مطلب میاد و روی جداره این پیتزا قرار میگیره، روی پوسته این پیتزا قرار میگیره. اونا میگن اگر تو این مطلب رو بارها و بارها، که این بارها و بارها تعدادش رو من بهت میگم، با روش درست که من میگم تکرار کنی، پس چی شد؟ بارها با روش درست تکرار کنی، این مطالب آروم آروم عمقشون زیاد و زیاد و زیادتر میشه تا جایی که یواش یواش میاد و تو مرکز این پیتزا اینجا که ما بهش میگیم هست پیتزا قرار میگیره. اینجا در اصطلاح عامیانه حافظه بلند مدت، یعنی همون جایی که اگر یه مطلبی بره اونجا و قرار بگیره خیالمون راحته که دیگه به هیچ عنوان از اونجا بیرون اومدنی نیست. خب بریم ببینیم داستان چیه. پس من یاد گرفتم حافظمو برش بزنم به یه چیزی شبیه پیتزا میرسم. دفعه اول که یک مطلبو میخونم اون میاد و رو سطح پیتزا قرار میگیره. اگه اون مطلبو بارها و بارها با روش درست تکرار کنم اون میره تو هسته پیتزا قرار میگیره و اگر رفت تو هسته پیتزا خیالم راحته که دیگه خارج نمیشه و من اصطلاحاً اون مطلب رو وارد حافظه بلند مدتم کردم. پس من باید هر مطلبیو که دوست دارم وارد حافظه بلند مدتم بکنم تو بازه‌های زمانی که مشخصه، تو بازه‌های زمانی مشخص به تعداد مشخص تکرار کنم و اون وقت خیالم راحته که اون مطلب تو حافظه بلند مدت من قرار میگیره. آقا فهمید قضیه چی شد؟ پس من خیلی شمرده شمرده و آروم آروم دارم میرم که پیتزا رو یاد بگیرم. خب بریم شروع کنیم. بچه ها من میگم هر آدمی قادره که در طول روز یک تعداد مشخصی لغت حفظ کنه. مرسی ممنون.
هر آدمی قادره در طول روز یه تعداد مشخصی لغت حفظ کنه. من با زبان شروع کردم، الان روش زبان رو بهت یاد میدم، بعدم به همه درس رو میرسیم، روش همه درس رو فول بهت میگم. هر آدمی قادره در طول روز یه تعداد مشخصی لغت حفظ کنه، یکی دو تا، یکی سه تا، یکی چهار تا، یکی پنج تا، یکی ده تا. خوب حل تا اینجا، اما به واسطه این حفظ کردنه من میخوام یه روندی بسازم. خوب گوش بده. همین که برگه کاغذ اینجا داریم کو برگه تمیزتر نداریم، خود برگه کرونا داره. بچه گوش بدید. روز اول همینجا روز اول یه برگه کاغذ برمیدارم و تمام لغت‌هایی که اون روز میخوام حفظ کنم، لغت‌ها رو یک سمت برگه مینویسم. با فاصله معنی اون لغت‌ها رو تقریبا وسط صفحه جلوی اون لغت مینویسم و در انتها بخشی از صفحه را خالی میگذارم. برگه رو نگاه کن. من لغت ها رو اینجا می نویسم، معنی هاشو جلوش می نویسم و بخشی از صفحه رو خالی می ذارم. چجوری؟ جوری که وقتی اون بخشو تا بکنم بیاد و روی معنی ها رو بپوشونه. نگاه کن، من لغت هام اینجاست، معنی هام اینجاست، برگه رو از اینجا تا کردم که وقتی تا میکنم روی معنی ها رو بپوشونه. این تا اینجا، این شکل و شمایل برگه پیتزای منه. من اینو تا اینجا یاد گرفتم. حل بچه ها این تا اینجا. پس چیکار کردم؟ اینجا باش. پس چیکار کردم؟ یک، تمام معنی های یک لغت رو باید کامل جلوش بنویسم. دو، میگم تمام معنی ها، شاید یه کلمه چهار تا معنی داشته باشه، چهار تاشو باید جلوش بنویسی، حالا اگه تو یه خط جمع نشد دو تا خط زیره هم کوچولو. دو، به طوری که برگه وقتی تا میشه روی معنی ها رو بپوشونه، برگمو تا میکنم. و سه، اصل داستان، در تمام تایم های پرت اون روز، یعنی تایم های خالی که شکر خدا زیاد داری، دارم میرم بیرون، دارم بر میگردم، منتظر قضا نشستم، جلوی تلویزیون لم دادم، 10 دقیقه میخوام استراحت کنم، برم بیرون یه قدم بزنم و بیام، وقت میذارم و برگه اون روزم رو میخونم. روز اول برگه شماره 1 رو بر میدارم، لغتامو مینویسم، معنی ها رو جلوش مینویسم، برگمو تا میزنم طوری که روی معنی ها رو بپوشونه و در تمام تایم های پرت روزم وقت میذارم و لغت معنی هایم را حفظ میکنم. فهمیدی تا اینجا برگه شماره 1 یا نه؟ بله یا نه؟ حله؟ فهمیدی؟ کامل؟ اما شالله. چالش بعدی ما برگه پیتزا هست و باید یاد بگیریم عکس میخوام از برگه پیتزا. ماشاءالله. عالی. بریم جلو. خب آقا این روز اول من بود. اینجا باش. چت تعطیل. همه اینجا. این روز اول من بود. برگه شماره 1 رو نوشتم، لغتامو نوشتم، معنی ها رو جلوش نوشتم، برگه رو طوری تا میکنم که روی معنی هامو بگیره، در تمام تایم های پرت روزم وقت میذارم، لغت معنی هامو میخونم. حل تا اینجا. برم سراغ صفحه بعدی. وای اینجا رو ببین چه خبره. اصل داستان بچه ها شروع شد. اصل داستان شروع شد. خیلی هم کار داریم. شیشتونگ اینجا باش، باید یاد بگیری. اگه اینو یاد بگیری همه ی معضلات و مشکلات این دنیا و اون دنیا حله. اگه یاد بگیری. نگاه کن بچه ها، چت نه تعطیل اینجا باش فقط. همه اینجا. روز اول برگه شماره 1 رو می نویسم، لغت ها مشخص، معنی ها جلوش، برگم رو تا می کنم،
و در تمام تایم های پرتی که دارم لغت معنیامو حفظ میکنم. تو تمام تایم های پرتی که دارم لغت معنیامو حفظ میکنم. چنج تغییر دادن، چنج تغییر دادن، چنج تغییر دادن، چنج تغییر دادن. تو تمام تایم های پرت لغت معنیامو حفظ میکنم. این تا اینجای کار. میریم سر وقت روز دوم. روز اولمو تموم شد، روز دوم. روز دوم برگه شماره دو رو مینویسم و در تمام تایم های پرتی که دارم برگه شماره دو رو حفظ میکنم. اما داستان پیتزای ما تازه از روز دوم شروع میشه. تو قصه پیتزا ما روز داریم و شب داریم. روز اول برگه شماره یک حفظ کردم، یاد گرفتم، تمام. روز دوم برگه شماره دو حفظ کردم، یاد گرفتم، تمام. اما داستان تازه از شب دوم، یعنی شب روز دوم. این خیلی مهمه، خیلی شاید براتون جالب باشه. روز دوم آخرش میشه شب دوم، برعکس این که خیلی ها فکر میکنن شب دوم از روز دوم جداست، ولی روز دوم انتهاش میشه شب دوم. به یاد استاد خیابانی، شب دوم کاری که انجام میدیم اینه برگه روز قبلو تا میکنیم و شروع میکنیم از خودمون پرسیدن. یه بار دیگه، روز اول برگه شماره یک رو مینویسم، تو تمام تایم های پرت هم حفظ میکنم. بنازش بره، خدافز. روز دوم برگه شماره دو رو مینویسم، تو تمام تایم های پرت هم حفظش میکنم. بنداز بره. شب دوم قبل خواب برگه شماره یک، یعنی برگه دیروز رو ور میدارم بدون که معنی ها رو نگاه کنم، اینجوری تایه. شروع میکنم لغت ها رو دونه دونه از خودم پرسیدن. هر لغتی که جواب ندادم، دیر جواب دادم. پس چی شد؟ هر لغتی که جواب ندادم، دیر جواب دادم یا غلط جواب دادم و با مداد. با چی بچه ها؟ با مداد یه زبر در کنارش میزنم. نگاه کن ببینیم چه اتفاقی افتاد. روز اول برگه شماره یک رو نوشتم، حفظ کردم، تموم شد، رفت. روز دوم برگه شماره دو رو نوشتم، حفظ کردم، تموم شد، رفت. شب روز دوم برگه شماره یک رو بر میدارم، روی معنی‌ها رو میپوشونم، شروع میکنم از خودم پرسیدن. هر لغتی رو غلط جواب دادم، دیر جواب دادم یا اصلا جواب ندادم، کنارش یه ضرب در میزنم. شاید برای برگه شماره یک تو این اتفاق بیفته. یا با توجه به سطح هوشی که از اکثر شماها من میشناسم این اتفاق بیفته. به هیچ عنوان نباید ناراحت شی و نگران شی. هر لغتی که غلط جواب دادی، دیر جواب دادی یا اصلا جواب ندادی باید با مداد کنارش ضرب در بزنی. تموم شد. شب دوم خدافظ. روز سوم چیکار میکنم؟ روز سوم اول از همه برگه شماره 3 رو می نویسم و در تمام تایم روز برگه شماره 3 رو حفظ می کنم و برگه که دیشب از خودم پرسیدم، یعنی برگه شماره 1 رو مرور می کنم. آخر شب چی کار می کنم؟ برگه شب قبل رو از خودم می پرسم، یعنی برگه شماره 2. وقتی تموم شد و زب دراشو زدم اگر داشت، برگه دو شب قبل رو از خودم میپرسم، یعنی برگه شماره چند؟ 1. فهمیدید بچه ها چی شد؟ فهمیدید داستان چی شد؟ بریم روز چهارم ببینیم چی شد. روز چهارم برگه همون روز رو مینویسم و در طول روز بر میدارم برگه همون روز و تمام برگه هایی که شب قبل از خودم پرسیدم رو مرور میکنم. آخر شبش چی کار میکنم؟ شب چهارم برگه روز قبلو از خودم میپرسم و تمام برگه هایی که تا الان خوندم. و وای چه روشی شد، وای چه روشی شد، وای چقدر قشنگ شد.
حسین که قشنگتر بفهمیم بریم یکم جلوتر. نگاه کن روز هشتم، بچه به من بگید چیکار میکنم. روز هشتم برگه شماره 8 رو مینویسم و در تمام روز انرژی میذارم برگه شماره 8 و برگه هایی که شب قبل از خودم پرسیدم، یعنی 6 5 4 3 2 1 رو مرور میکنم. آخر شبش چیکار میکنم؟ برگه روز قبل رو از خودم میپرسم و تمام برگه هایی که تا الان خوندم رو از خودم میپرسم. واه، فهمیدی داستان چی شد؟ فهمیدی داستان چی شد؟ یعنی عملاً من دارم هی با تکرار و تکرار و تکرار همه چیزو میبرم تو حافظه بلند مدتم. وقت میبره؟ نه، چون تایم های پرتو داریم. چند تا لغت بنویسم الان توضیح میدم، چند روزی ادامه پیدا کنه الان توضیح میدم. فقط تخته رو ببین، هیچی نگو، فقط تخته رو ببین، فقط به احترام این تخته 30 ثانیه سکوت، به احترام روش پیتزا 30 ثانیه سکوت. فقط تخته رو ببین. خب حالا یه سوال، آقای ذوالفقاریه تو به من گفتی که کنار لغت ها زبدر بزنم. حالا سوالم اینه، این زبدر همین جوری میاد جلو؟ چی میشه این زبدره؟ برگه شماره 1، من این لغت ها رو بلد نبودم، کنارش زبدر زدم. فردا شب که از خودم پرسیدم، چون در طول روز بعدی خوندم دیگه، یهویی میبینم که معنی اینو یاد گرفتم، پس این زبدر پاک میشه. یهویی میبینم معنی این و اینم یاد گرفتم، پس پاک میشه. ولی تو پرسیدنام دوباره متوجه میشم که لرن رو یاد نگرفتم، یه زبدر دیگه میاد کنارش. شب بعدی متوجه میشم که معنی لرن رو یاد گرفتم، پس یه زبدرش پاک میشه. اما در کنارش یهویی میبینم این لغت رو فراموش کردم، پس یه زبدر بهش اضافه میشه. پس بچه ها ما با این زبدر رو داریم بازی میکنیم. یعنی چی؟ بر سر زبدرها چی میاد؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجا رو نگاه کن، یه لغتی اگر زبدر داره، اگر بلد باشیم تو شبای بعد که داریم از خودمون میپرسیم، زبدر پاک میشه. اگر بلد نباشیم یه زبدر دیگه اضافه میشه. ممکنه یک لغتی تا اون آخر اصلا زبدری نگیره، یا یه لغت تا اون آخر نحس شده باشه و هی زبدر بگیره. دیدی یه موقعی نحسی میاد سراغت، یه لغت رو حفظ کردی، امبرلو چت امبرلو چت امبرلو چت امبرلو چت، فردا شبش از خودت میپرسی امبرلو سیب. هر کاری میکنی لغته رفته توی اون فضای نحسی قرار گرفته، احتمال داره هی زبدر بگیره. شاید یه لغتی تو حافظه بلند مدت نشسته، احتمال داره تا اون آخر زبدر نگیره. پس این زبدرها دقیقاً، بچه گوش بدید، پس این زبدرها دقیقاً دست خودمونه که چه اتفاقی بیفته. فقط یه سال، این صفحه رو تا اینجا فهمیدی یا نه که بریم ادامه داستان؟ بله؟ بچه فقط جواب منو بدید، بقیه سوالاتون قشنگ الان جواب میگیرید. لغت رو از کجا بیاریم چیکار کنیم؟ لغت رو من بهت میدم، نگران نباش، پیتزا با منه. خوب خدا رو شکر همه فهمیدن، همه فهمیدن. ایوه. علی نادری چند نفری سر کلاسید؟ یعنی چی؟ 5 نفر سر کلاسید؟ آفرین آفرین. اینا چه جوریه؟ یعنی کلاسو میذارن محل با هم میشینن؟ آه خانواده. اوکی، حله، خدا رو شکر همه فهمیدن. این تخته آقا این خیلی تخته خوبیه، آقا خدا خیلی خوب، این تمام زندگیت. حل، بریم بعدی. خب آقا من به عنوان تنها مشاوری که در کل
در کل این سالیانی که کنکور سراسری برگزار شده میخوام فرمول بهت بگم، این روشو دارم بهت یاد میدم. یعنی هیچ مشاور کنکوری تو الان روی زمین وجود نداشته که فرمول یاد بده به بچه‌ها. بچه‌ها نگاه کنید داستان چیه. من یه فرمول کلی واسه روش پیتزا میخوام بگم. روزش مهم نیست، نگاه کن. در روز انوم ما برگه شماره انو می نویسیم و برگه ان منهای دو فاکتوریل را مرور می کنیم. نگاه، روز چهارم برگه شماره چهار را می نویسیم و برگه دو و یک رو مرور می کنیم. این میشه مطالعه، این میشه مرور. شبش چی رو از خودمون میپرسیم؟ برگه های n منهای یک فاکتوریل. روز چهارم برگه 3, 2, و 1 را از خودمان میپرسیم و این روش همین جوری میره جلو. فهمیدید خدا وکیلی؟ خدایی فهمیدی؟ بابا این دیگه ته داستان شد دیگه. یه عدد بگیم، امروز روز پنجمه، برگه شماره پنجو می نویسم، در طول روز برگه شماره پنجو می خونم، برگه شماره 3, 2, و 1 رو مرور می کنم. آخر شب کدوم برگه از خودم می پرسم؟ 4, 3, 2, 1 رو از خودم می پرسم. تمام. حله. حالا بریم سراغ قوانین پیتزا. یعنی ببین فرمولایی که گفتم این هفته به معلم ریاضیاتون میگید ها که چیا گفتم. اصلا یه فایل باز کنن به خدا شروع کنم ریاضی بگم. خب حل تا اینجا. بریم سراغ قوانین پیتزا. الان ما دوباره روش پیتزا رو گفتیم. دوستان عزیز مشاور نما که تعدادتون هم سر کلاس ما زیاده، از دایرکتای اینستامون معلومه چیزایی که دارید میگید، بگید این روش رو به بچه‌ها. ما اصلا اینو داریم میگیم که شما به همه بچه‌های کشور بگید، ولی بگید روش مال کیه. درسته اینجا هیچ قانونی نداره، کپی رایت و اینا هم همه علیکیه، ولی بگید این روش مال، این حق گردنتون، حقه. تنها کلمه‌ای که این روزها در کشور ما اصلا معنی و مفهوم نداره همین حقه. حق باید بگی وقتی یه کاریو میکنی که این روش مال فلانی بوده. روش پیتزا گفتیم، الان فردا روش کشک و بادمجون و میرزا قاسمی و قرمه سبزی و قیمه را. خب اما قوانین پیتزا، همه اینجا باشید، قوانین پیتزا رو با هم دیگه شروع کنیم بریم جلو. الان جواب همه سوالاتو میگیری. 1. آقا من برگه شماره 1مو نوشتم. این برگه شماره 1. این برگه شماره 1مو نوشتم و همینجوری دارم میخونم هر روز. روز اول اینو خوندم، آخر شب دوم پرسیدی، آخر شب سوم پرسیدی، آخر شب چهارم پرسیدی، در طول روزاش هم هی مرور کردیم. تا کی این برگه همینجوری تا روز کنکور بره 300 روز دیگه اینو بخونیم؟ خیر. قانون شماره 1. قانون شماره 1 پیتزا چیه بچه‌ها؟ ببینید چه قوانینی داریم، ببین چه قوانینی داریم. قانون شماره 1 میگه هر برگی که تعداد تکرارش رسید به عدد 15 از این گردونه حذف میشه. برگه شماره 1 روز اول نوشتم خوندم، روز دوم مرور، روز سوم مرور، روز چهارم مرور، 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 برگه شماره 1 رو حذف کن، از این گردونه بیارش بیرون، دیگه باش کاری نداریم. گرفتید قضیه چی شد بچه‌ها؟ گرفتید قضیه چی شد؟ حالا اینجای کار نظر شما را به یک تئوری روانشناسی جلب میکنم. یادته روانشناس ها میگفتن اگر میخوای یه ماجرایی وارد حافظه بلند مدتت بشود 8 بار نیاز به تکرار دارد. یادتونه بچه ها؟ توی تثبیت هم ما اینو میگفتیم، میگفتیم یادت نره یه بار نوشتن برابر 8 بار خوندنه. این خیلی مهمه ها. روانشناسا میگن هر ماجرایی میخوای بره تو حافظه بلند مدتت باید 8 بار تکرارش کنی. خب چرا اینا میگی آقای ذوالفقاری؟ به چه دردم میخوره؟ ما تو قانون پیتزا یه حرف دیگه میزنیم.
ما میگیم اون مطلب رو 15 بار تکرار میکنیم، تقریبا دو برابر. پس اگر به درخت هم روش پیتزا را آموزش بدهی و از او بخواهی که با روش پیتزا بخواند، او میفهمد. پس اگر کسی بعد از طی کردن درست روش پیتزا ماجرایی را نفهمید، وی از درخت نیز کمتر است. گرفتی داستان چی شد؟ پس ما تو روش پیتزا کاری که انجام میدیم کارستونه، به خاطر اینکه مطلب رو 15 بار تکرار میکنیم. 15 بار تکرار میکنیم، نه 8 بار. خب آقا سوال دوم، آقای ذوالفقاری روش پیتزا خیلی خفنه، 15 بارم تکرار میشه، اما من توی هر صفحه چند تا لغت باید بنویسم؟ تعداد لغت در هر برگه پیتزا مهم نیست چند تا باشد، مهم این است که آن تعداد چی باشد بچه ها؟ ثابت باشد. شاید تو برگه پیتزا 10 تایی بره جلو، شاید برگه پیتزا 7 تایی بره جلو، شاید برگه پیتزا 4 تایی بره جلو، شاید برگه پیتزا 30 تایی بره جلو، مهم نیست. حق نداری تغییرش بدی، حق نداری بگی امروز صبح که خواب پاشدم حالم خیلی خوبه، الهی به امید خودت 25 تایی پیتزا میرم جلو. فردا که خواب بلند میشی بگی امروز جنازه‌ام حالم اصلا خوب نیست، 3 تایی میرم جلو. نه، باید ثابت باشه، باید ثابت باشه. این خیلی مهم شد، این خیلی مهم شد. و یه ماجرای خیلی مهم، بچهای طرح VIP و طرح پروفشنال برگ پیتزا رو خودم بهتون میدم، یعنی از فردا صبح توی کانال رقابتیتون قرار میگیره. البته میخواستم از 1 شهریور شروع کنم، ولی حالا احتمالاً از فردا شروع میکنم. پس برگای پیتزا رو من به شما میدم، اینم هدیه من به شما. حله؟ همین رو میخواستی؟ حالا فهمیدی چرا داغون میکردی ما رو؟ کتاب زبان بگو، کتاب زبان لغتهایی میگفتم. صبر کن، در سیستم من جای تو فکر میکنم، تصمیم میگیرم و فقط تو اجرا بکن. حالا فهمیدی داستان چی شد؟ انشالله، انشالله. آقا تو پادگان ذوالفقاریه هزینه زیاد نباید بکنی، هی دوست نداشته باش پول کتاب. من نمیدونم چه علاقه یه دوست داری پول کتاب بدی، هی دوست نداشته باشی چیزی رو جلو جلو بدونی. من حواسم به همه چیز هست، فکر میکنم، تصمیم میگیرم، میگم تو اجرا کن، قرار نیست تو فکر کنی. خب حله، اینم سورپرایز من برای شماها، پول کتاب ندید لطفاً، من این کارو انجام میدم. خب حله. آقای ذوالفقاری، آقای ذوالفقاری یه سوالی، تو به من گفتی که هر لغتی رو غلط جواب دادم، دیر جواب دادم یا اصلا جواب ندادم کناری زبدر بزنم، مگه نه؟ بله. خب این زبدرا رو هی من میزنم، واسه یه لغت هی داره تعدادش زیاد میشه. آه چیه؟ به چه درد میخوره؟ قانون 3، اگر لغتی تعداد زبدرهایش بیشتر از 10 بار شد، چه اتفاقی باید واسش بیفته؟ توی برگه یا آچار بنویسش اون لغتو. من یه روش دیگه بهت یاد میدم، بره تو حافظه بلند. آقا بعضی از لغتو اینجوریه دیگه، تلسم میشه، خیلی هم ساده است. امروز میخونی ابسولوت مطلقم، فردا نمیدونم، پس فردا ای بابا، پس اون فردا ای وای، 10 تا ضبط در خود لغت رو قلفتی، وردار بذار توی برگه آچار، من بهت دقیقاً میگم چی کار کنی. حله؟ حله؟ بریم سراغ قسمت بعدی. همه پیتزا این قانون شماره 4، هر گونه بی‌نظمی در روش پیتزا گیم اوور. یعنی برگای پیتزا تو باید پاره کنی، بریزی دور، دوباره از اول شروع کنی. آقای زوفه یعنی چی؟ بریم ببینیم داستان چی. آقا امروز روز اول برگه پیتزا رو می‌نویسم، قشنگ این آدم می‌خونم میام جلو، دمت گرم. فردا روز دوم برگه پیتزا رو می‌نویسم، این آدم می‌خونم میام جلو، آخر شب هم از خودم می‌پرسم دمت گرم. روز سوم همینجوری، روز چهارم، آقا روز ششم یهویی می‌رسم آخر شب یادم میفته من اصلا برگه پیتزای امروزمو ننوشتم، نخوندم، قبلی‌ها رو نپرسیدم، چیکار کنم؟
همه برگه های پیتزاتو دونه دونه پاره میکنی میریزی تو سطل آشغال. حل بچه ها، حل بچه ها. حسین اونو یکم به دادش برس، خیلی گرمه. پس هر گونه بی نظمی، یک تعداد لغت ها رو توی برگه اضافه و کم کنیم، دو یه روز یادت بره بخونی، برگه های پیتزا همه پاره میشوند و میریزی تو سطل آشغال. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهم شده، این خیلی مهم شده. حالا یه سوال ازت بپرسم، امروز روز 16 همه، میرسیم به آخر شب، من یهو یادم میفته که وای برگه پیتزامو امروز ننوشتم، هیچی هم نخوندم، هیچی هم از خودم نپرسیدم. بچه ها چی کار باید بکنیم؟ امروز روز 16 همه. اگه کسی اینو جواب داد، اگه کسی تونست اینو جواب بده، اگه کسی تونست اینو جواب بده، اگه کسی تونست این را جواب بدهد، آها نه بابا باهوشم داریم، ایول 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 ایول، بعضی ها دارن جواب میدن. آفرین، امروز روز 16 همه، من یادم رفته برگه پیتزامو بنویسم. آقای ذوالفقاری بهم گفته اگر بی نظمی کنی برگه رو باید پاره کنی بریزی دور. چیکار کنم؟ همه برگه ها رو میریزم دور بجز اون برگه ای که 15 بار تکرارش تموم شده و وارد حافظه بلند مدت هم شده، یعنی برگه شماره چند؟ 1. برگه شماره 1 15 روز تکرارش تموم شده و از گردونه رفته کنار، دیگه بهش نیازی نداریم، اون رفته تو حافظه بلند مدت. ولی از برگه شماره 2 به بعد همه رو باید پاره کنم بریزم تو سطل آشغال، دوباره برم از اول شروع کنم. پس هر برگه‌ای که تعداد تکرارش به عدد 15 رسید از این گردونه حذف می‌شود. حذف میشه نه که پاره کنی بریزی دورا، اون برگه رو بذار یه جای امن، باش کار دارم. الان لغت‌های زبان توشه، به زودی پشتش لغت عربی میاد و لغت‌های فارسی، به زودی کنارش قیدهای زیست شناسی میاد، به زودی فرمول‌های ریاضی و فیزیک میاد. گرفتی داستان چی شد؟ به زودی واکنش‌های شیمی توش نوشته میشه، یعنی یه برگه یه پیتزا قرار جور همه درسای منو به دوش بکشه. پس الکی برگه رو دور ننداز، فقط تر و تمیز و مرتب بنویس. آقا یه سوالی دارم، همه درس و پیتزا میخواد؟ ولی به مرور زمان بهت میگم، فعلا با زبان انگلیسی شروع میکنیم تا روش بقیه درسارم تیکه تیکه بگم، اونا هم اضافه بشه. حالا من یه سوال از تو بپرسم، یادت اول سال بهت میگفتم توی کلاس مشاوره و برنامه ریزی من درسای عمومی مینیموم 6 بار و درسای تخصصی مینیموم 4 بار دوره میشه؟ آقای ذوالفقاری الان که با روش پیتزا 15 بار داره دوره میشه. آها گرفتی داستان چی شد؟ گرفتی داستان چی شد؟ این آب خوردن تازه تو تمام تایم های پرت، این آب خوردن تو تایم های پرت این اتفاق میفته. خب آقا من اینو تا اینجا فهمیدم، من قشنگ پیتزا رو تا اینجا فهمیدم چی شد، چه اتفاقی افتاد، قوانینشم فهمیدم، دیگه مشکلی ندارم، برم ادامه داستان. بود دو بود دو بود دو. خب آقا من یه سوالی دارم، شما که اینقدر روی روش پیتزا داری تاکید میکنی آقای ذوالفقاری، نکنه داره یه اتفاق خفنی میفته که من ازش بیخبرم؟ بله دوست عزیز، داره اتفاق خفنی میفته. بریم ببینیم این اتفاق خفنه چیه. همه اینجا رو داشته باشید ببینید داستان چیه، همه اینجا رو ببینید داستان چیه. یک، من فقط زبان رو میگم، اگه روش پیتزا رو برای زبان انگلیسی استفاده بکنی، تو هر لغت رو با روش پیتزا قراره چند بار بخونی؟ 15 بار. من قراره تمام لغت ها رو به تو پیتزاشو بدم. من میخوام تمام لغت ها رو به صورت نامحسوس 4 بار توی پیتزاهای مختلف بیارم. مثلا یه لغتی مثل learn تو برگه یکت میذارم،
تو برگه 37ت میذارم، تو برگه 63ت میذارم، تو برگه 105ت هم میذارم. گرفتی داستان چی شد؟ پس من هر لغتی رو قرار یواشکی 4 بار بیارم توی پیتزای تو. پس تا 8 اگر تو با روش پیتزا برگه های پیتزایی که من بهت میدم و بخونی، چه اتفاق مهمی میفته؟ تا 8 قراره هر لغتی چند بار تکرار شه. بچه ها بشنوم، چند بار؟ بلند بلند بلند. چند بار میخواد تکرار شه تا 8؟ هر لغتی تا 8 قرار است 60 بار تکرار شود. 60 بار قرار هر لغتی تکرار بشه. گرفتی داستان چی شد تا اینجای کار؟ گرفتی چی شد تا اینجا؟ حل. خب تا 8 60 بار هر لغت تکرار میشه. اما اینجا رو ببین، بعد از 8 هم یه روشی بهت یاد میدم مثل پیتزای ولی متفاوته. دوباره 3 بار دیگر فرایند پیتزا اجرا میشود. پس بعد از 8 هم هر لغتی 3 بار دیگر با فرایند پیتزا خونده می شود. هر یه بار که با پیتزا می خونی 60 بار تکرار می شه. بعد از 8 هم 3 بار پیتزا اجرا می شه. یعنی 3 بار دوباره هر لغتی 60 بار تکرار می شود. می شود چند بار بچه ها؟ وای وای، من هر لغت رو قبل از 8 60 بار تکرار میکنم، اون لغت رو بعد از 8 180 بار دیگر تکرار میکنم. حسین میشه چند بار؟ میشود 240 بار. یا خدا، 240 بار. دیگر برگی به درخت میماند؟ نوال. حالی به انسان میماند؟ حالا سوال من اینه، اگر یک پشه در پادگان ذوالفقاری حضور داشته باشد و با روش پیتزا با من بیاید جلو، در آخر سال میتواند زبان را مینیمم 60% بزند؟ آری میتواند. اما موجوداتی داریم با بهره هوشی پایین تر از پشه که به روش پیتزا توجه نمی کنند و از آن پشه درصد پایین تری میزنند. اینا خونشون حلاله، اینا رو باید دونه دونه بیاریم اینجا اعدام کنیم. حل بچه ها؟ کیو بیاریم رو خط صحبت کنه؟ حل؟ کی میاد رو خط؟ بچه ها؟ بودو ببینم، بودو که خیلی کار داریم. سلام استاد. سلام علیکم. شما؟ ارشیام زنبانی. چطوری ارشیا؟ ممنونم. خدا میدونه که ارشیا امسال رتبه است. خوبی ارشیا؟ بله ممنون. مخلصیم. نظرت در مورد فرایند یادگیری چیه؟ جلسه قبل. خیلی باحال بود. بهتون گفتم. خب خدا رو شکر. و اکنون نظرت در مورد پیتزا چیه؟ دقیقاً درس هایی که میخواییم شروع کنیم با پیتزا بزنیم قلقم کنیم، هرچی اینجا نوشتم و قشنگ مشخص داستان چیه و چه اتفاقی میخواد بیفته. خب حل ارشیا، تو به عنوان یکی از بچه هایی که خیلی خفن و درست و درمون و حرفه‌ای داری میخونی و به نظر من تو بچه های وی آی پی یه سر و گردن از خیلی ها بالاتری، اگه قرار باشه به رفقای کنکوریت
یه نصیحتی بکنی چی میگه؟ نصیحت نه، یه پیشنهاد، رفاقتی بخوای باهاشون حرف بزنی چی میگی؟ اولیش اینه که هرچی شما میگین و به قول خودتون من مثل ربات فقط تایید کنم انجام بدم. خب خدا رو شکر. بعدیش چیه؟ بعدیش این که سعی کنم به این حاشیه نرم، چون خودم تا پارسال که حالا بدم 11 اون که درست میکنم تو من در اون درست حسابی اصلا درست میکنم، کلن تنبل در روز شاید دوست دار درست میکنم. و 11 شروع کردم درس خوندن پیتر، ولی خب چون ذهنم یعنی یه مسئله درستی رو نداشته این حاشیه میرم، مهمترین چیز درگیر حاشیه نشم، چون خودم تجربه شدم من 11 کنکوری درس میکنم ولی خب به خاطر حاشیه هایی که داشتم. هرچی رو میگی حاشیه یعنی چی؟ میگی حاشیه یعنی چی؟ یعنی که هی درگیر این نشم که نمیدونم باید من همه افتادم، باید بشینم دوباره از اول مثلا دینی اومدم 6 تا درس شده و خب الان نمیدونم درسش 1 تا 6 رو درست کار کردم یا نه، بشینم دوباره از اول بخونم و دوباره تستشو بزنم. آها یه منبع رو عوض کنم، چون تستای مثلا این درس ها رو زدم یه میره منبع دیگر بگیرم. نه خیلی مهم نیست که چه منبع یه استفاده میکنم، یعنی نظرم اینه که زیاد استفاده کردن از منابع درگیر این دبیر بهتره این دبیر بهتره، اگر با یه دبیری هستم دیگه تغییرش نداره، حتی اگر اون دبیر دربارش تو کل کشور بد میگه همه دربارش بد میگه دیگه اون دبیر رو انتخاب کردن دیگه تغییرش نداره. آفرین آفرین که اینقدر پخته حرف زدی، دمت گرم دمت گرم. حل هرشی ها دم شما گرم، انشالله این هفته میبینمت، مخلصیم فعلا، خداحافظ. خب حل بچه اینجا باشید، بچه اینجا باشید، بچه میگن صدا میپیچه، یعنی صدای من میپیچه یا هرشی ها دروغ میگن؟ بچه میگن صدا نمیپیچه، پیچید؟ نپیچید؟ میپیچه؟ پیچیده؟ نمیپیچه؟ پیچوندن؟ میپیچونی؟ پیچوند؟ پیچ؟ نه اوکی، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، بریم ادامه بدیم. حله. خب شروع کنیم. آقا روش پیتزا برای چه درساییه؟ بیا با هم دیگه نگاه کنیم. لغت‌های زبان رو منهدم میکنه، لغت‌های فارسی رو قلقم میکنه، لغت‌های عربی رو پرپر میکنه. ما میدونیم تو عربی حفظ لغت تو این دو سال اخیر چقدر اهمیت داره. دیدید تستای ترجمه رو لغت حفظ کنید. میدونیم واکنش‌های شیمی رو قلقم میکنه، میدونیم تاریخ ادبیات رو به خاک و خون میکشه، میدونیم قیدهای زیست شناسی رو پرپر میکنه، میدونیم فرمول‌های ریاضی و فیزیک که از ذهنمون میره رو قشنگ تثبیت میکنه. تو انسانی، تاریخ و جغرافیا، تاریخ و جغرافیای لعنتی که هر کاری میکنم تو مخم نمیری، بچه‌ی انسانی تاریخ جغرافیا رو راحت به صد میرسونه. آقا همه درس‌ها رو میشه با پیتزا خون، ولی هر کدومشون روش خاص خودشون رو دارن و تکنیک دارن که قرار من بهت یاد بدم و بگم چیکار بکنی که موزل و مشکل کامل برطرف بشه. آقا حل دیگه، حل دیگه، دیگه بالاتر از این که دیگه چیزی نداریم دیگه. خوب یه استراحت ریز بزنیم و ادامه بدیم. برای اینکه یک استراحت ریز داشته باشید و یکم حالتون خوب بشه و ببینید چه خبره و چه اتفاقی میفته، همه بچه‌ها همین الان برید پست آخر اینستاگرام منو نگاه کنید، یه انرژی بگیرید بفهمید داستان چیه. قرار یه اتفاقای خفنی بیفته. در حد 3-4 دقیقه برید تونتون نگاه کنید چه خبره، صحبت‌ها رو ریز گوش بدید تا ببینیم چه داستانیه. پست آخر اینستاگرام که پشپندش ادامه بدیم کلاسو. کامنت انفجاری و پر انرژی میخوام. بودو
خب بچه ها من فقط گفتم 3-4 دقیقه اول این فیلم رو ببینید، چون شروع جالبی بود، بعد از کلاس برید بقیهش رو ببینید. اینا آدم های واقعی هن که اوضاع درسی خیلی خوبی نداشتن، اومدن ترکوندن. من به اینا میگم آدم واقعیه به درد بخور. اون کسی که رتبه زیر 100 میاره، زیر 200 میاره، زیر 500 میاره، پتانسیل داشته، علم داشته، هوش داشته. ولی کسی که میره میجنگه با تمام کمکاری های قبلی، با تمام اتفاقای بد، وضعیه جایی به بد خیلی خوب و خفن میاد جلو، اینا آدم های ارزشمندی هستن. اینا آدم های متفاوتی هن. نسبت به بقیه اصلا دنیاشون فرق داره. یاد گرفته بگه گورو بابای گذشته و بیاد نتیجه بگیره. دمشم گرم، بریم ادامه داستان. خب اما ما میگیم کنکور سراسری یک فرایند علمیه که توی این فرایند علمی کسی نتیجه میگیره که علمی کار کنه و بیاد جلو، کسی نتیجه میگیره که ترکیب از کمیت و کیفیت رو با هم داشته باشه. بچه هایی که فقط خوب و عمیق میخونن و کند میخونن به هیچ دردی نمیخورن. بچه هایی که سریع میخونن و میرن جلو، اونا هم به هیچ دردی نمیخورن. تو باید یاد بگیری که با کیفیت و درست در بازه زمانی مشخص و درست درس رو ببندی. من میگم یه چیزی رو یاد بگیریم. کنکور جنگیه که توش دو تا پارامتر مهم کنار هم معنی پیدا میکنن، یعنی کمیت و کیفیت. کمیت یعنی چی؟ یعنی تو یاد بگیری که سرعت مطالعاتی بالایی داشته باشی و تعداد تست زیادی بزنی. اما بچه ها یه داستان مهم دیگه هم داریم و اون اسمش کیفیته. کیفیت یعنی چی؟ کیفیت یعنی اینکه از روش ها و تکنیک ها و راهکارهایی که میگم استفاده کنی. مثل فرایند یادگیری، مثل پیتزا، مثل قانون قورباغه، مثل هبیت تراکر، مثل سوات، و در کنارش این روش ها رو عملی کنی واقعا، نه که فقط صرفا یاد بگیری. ما یه موزل بزرگی که با خیلی از بچه ها داریم اینه که اونا فقط زیاد میخونن و زیاد تست میزنن، ولی از روند و روش های درست استفاده نمی کنن. و یه مشکل دیگه که با یه سری دیگه داریم چیه؟ اونا فقط روش ها رو یاد گرفتند و خیلی کند دارن استفاده می کنن. تو باید یاد بگیری که سریع و صحیح بیای جلو، یعنی سرعت داشته باشی و دقت هم داشته باشی. وقتی یاد گرفتی این دوتا پارامتر رو کنار هم داشته باشی، یعنی هم سرعت و هم دقت، اون وقت دیگه اتفاقای خوب شروع میشن، اون وقت دیگه ماجراهای درجه یک شروع میشن. یاد بگیریم که توی فرایند نتیجه گیری برای کنکور سراسری پایبند باشیم به قوانینمون. یاد بگیریم که اگر اومدیم تو پادگان ذوالفقاری، اینجا دار و ندارمونه، پس با تمام قدرت باید هماهنگ باشیم و بیایم جلو. این ختم به خیر میشه و یه اتفاق خوب میفته و دقیقا این دوتا ماجرا در کنار همدیگه فرایند رو میبره به سمت و سوی که با سرعت زیاد نتیجه حاصل بشه، نه آروم آروم و خسته کننده. پادگان ذوالفقاریه یعنی نظم، یعنی 24 ساعته شبانه روز منظم بودن، چه تو تایمی که بیداری چه تو تایمی که خوابی. 12 تا 6 یعنی خاموشی، 6 تا 12 شب یعنی کار درست و حرفه‌ای و منطقی و علمی. ما باید یاد بگیریم این داستانو که اگه میخوایم نتیجه بگیریم همه فرایندها رو درست و ایدئال و اصولی استفاده کنیم. اما یه نکته مهم، بچه هایی که میخوان به طرح VIP بپیوندن، تقریبا این هفته آخرین گروه از بچه های باقی مانده یه گروه اول تکمیل می شود، چه دانش آموز پروفشنالی، چه دانش آموز اسمارتی، چه دانش آموز جدیدی که الان خیلی زیادن سر کلاس. اگر می خواهی بیای طرح VIP سریع با این شماره تماس بگیر، چون آخرین بچه های گروه یک این هفته تمام می شود و از اونجای کار به بعد دیگه وارد گروه دوم و ثبت نام مهر می شیم. اما ما هممون میدونیم توی طرح پروفشنال مشاوره خصوصی و طرح 700 آزمون و همه این داستانا و کانال والدین و بقیه ماجراها کامل 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 اجرایی میشه و حرفمون با عملمون یکیه.
اما تو طرح وی آی پی تمام این ماجراها ضرب در 10 داره اجرا میشه واسه دانش آموز. اگه میخوای رتبه بشی طرح وی آی پی گزینه خیلی خوبیه و اگر میخوای قبول بشی طرح پروفشنال قطعا گزینه خوبیه. اما یه ده بچه ها هستن که سرعت زیادی ندارن و خیلی هم ذهنشون درگیر خیلی از فرایندهای دیگه نیست. این گروه از بچه ها میتونن آرامش خودشون رو حفظ کنن و تو سیستم اسمارت حضور داشته باشن، یعنی برنامه رو بگیرن و طبق روالی که میگم کارو انجام بدن بیان جلو. بچهای دهم یازدهم خیلی تو این سیستم میتونن پیشرفت بکنن، گرچه دهم یازدهم تو وی آی پی پروفشنال کولاک میکنن میرن برای تک رقمی شدن. بچهای دیگه ای هم که وارد سیستم میشن و شرایطشو ندارن برن وی آی پی، شرایطشو ندارن برن پروفشنال، قطعا طرح اسمارت از تمام طرحهای مشاوره ای نمبر 1 بقیه سیستم مشاور و برنامه‌ریزی کشور بالاتره تر اسمارت که توی پادگانه، یعنی خدماتش در حد بالاترین تر مشاوره بقیه میتونه باشه. پس با آرامش انتخاب بکن یکی از سه طرحو و بیا توی فرایند قرار بگیر و برای ثبت نام هم تماس بگیر و کارو کامل انجام بده. وی آی پی برای دانش آموزها هفته یک جلسه کلاس مشاوره حضوری داره. اگه دانش آموزی توی این شرایط دوستش میاد، چون مشاوره حضوری منه، اگه دوست نداشت مشاوره حضوری بیاد فردی، ویدیو کال استفاده میکنه، هیچ فرقی نداره. این تا اینجا وی آی پی و پروفشنال بسیار متفاوتن و به نظر من مهمترین ماجرا اینه که تو درست طرحتو بشناسی و درست انتخاب کنی. اما میخوام یه چند دقیقه خودمونی باهات صحبت کنم، صحبت کوتاه دلی دلی دلی. رفیق من خیلی کوچکتر از اینم که در مورد خیلی از ماجراها بیام نظر بدم، صحبت بکنم یا بخوام از خیلی جاها خیلی از موضوعاتو قرض بگیرم توی حرفام. من اگر دارم حرفی میزنم، من اگر دارم موضوعی رو میگم، همش دلیه، همش بر اساس فرایندیه که به دلم نشسته و دوست دارم در موردش با تو حرف بزنم. امام حسین با تمام اون عظمتش فقط و فقط و فقط رفت برای به دست آوردن یک کلمه، اونم حقه. میدونی چرا اینو دارم میگم؟ چون این روزهای کل دنیا خیلی 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 اوضاع در و داغونه، حال همه خرابه. هر کسی هم میگه حالم خوبه، یا داره فیلم بازی میکنه، نقش بازی میکنه، یا اصلا درکی از فضای تعاملی اجتماع نداره. چیزی که این روزها داره یکی پس از دیگری از همه مردم زایه میشه، حق. موزل بزرگ اینه که خیلی ها هنوز که هنوز این باور رو ندارن که امام حسین با اون عظمت و بزرگیش فقط برای گرفتن حق رفت، رفت که حق رو بگیره. حق کلمه ایه که اگه زایه بشه یه اجتماع به خطر میفته. حق کلمه ایه که اگر زایه بشه حقوق انسانیمون از بین میره، که عدالت از بین میره، که شعور از بین میره، که شرف از بین میره. رفیق، فارغ از این که داری درس میخونی که تهش چی بشه، فارغ از این که آخرش میخوای بری چه دانشگاهی و چه رشتهی رو بخونی، یه چیزی رو یاد بگیر، یاد بگیر که حق کسی رو ضایع نکنی، یاد بگیر که به حق خودت قانع باشی و طمع نکنی، که اگه اینو یاد بگیری شرافت انسانی به دست میاری، که اگه اینو یاد بگیری مرام و معرفت انسانی به دست میاری. و دار و ندار همه ما همینه، دار و ندار همه ما همین یک کلمه است، که اگه این درست ادا بشه تمام معضلات این مملکت و کل دنیا حل میشه. مشکل امروز همه ما همین یک کلمه است. آی آدمایی که حق این اونو میخورید به هر طریقی، حواستون جمع باشه ها، دارید انسانیت رو به خطر میندازید. من امسال یه 30-40 روزی هست که دهنم بسته است. کنکور 1400 برگزار شد. فارغ از این که چجوری برگزار شد و چه اتفاقی افتاد، خیلی از اتفاقهایی که تو 99 افتاد دوباره افتاد تو 1400. هیچی نگفتم ولی به موقع شروع میکنم به حرف زدن.
به موقع شروع میکنم حرف میزنم، میگم آقای مشاوری که به دانش آموزت گفتی موبایل ببره سر جلسه که از ساعت 9:30 به بعد جواب سوالای تخصصی رو بگیره، حق بقیه رو تو خوردی، باید جواب پس بدی. آی آدمی که با دوز و کلک و سوال خریدن و هزار تا کثافت کاری دیگه داری میری دانشگاه، بدبخت، زندگیت نکبت میشه چون حق بقیه رو خوردی. دکترم بشی یه آدم بی سواد مفلس بدبختی میشی که اون جایگاه حقت نیست و پاشو میخوری. هر کی عوضی بخوره بالا میاره، هر جوری میخواد باشه باشه، هر مدلی میخواد باشه باشه. کسی که حق اینو اونو میخوره بی شرفه، بی معرفته، بی مسئولیته و از حیوان کم. دیگه بعد این روزا گفت از دیو و درد ملولم و حیوانم آرزوست. آی آدمی که تو این بحران و بدبختی داروی مردم رو دپو میکنی، قایم میکنی، تو از حیوان کمتری بدبخت. یه جا چنان پاشو میخوری و عزیزا جلوی چشت پرپر میشن که نمیدونی باید چی کار کنی. آی آدمی که تو این وضعیت اقتصادی پول مردم رو بالا میکشی، وایسا ببین چه خوابی کائنات برات دیده، چنان بذاره توی کاست که عشق کنی، که کیف کنی. آی آدمی که حق بقیه رو میخوری حتی در حد رد شدن از یه چراغ قرمز، تو انسان نیستی، تو مقام انسانیت نداری. امام حسین رفت برای همین، رفت حقش رو بگیره، رفت به من و تو یاد بده که انسان باشیم، که شرافت داشته باشیم، که شعور داشته باشیم، که مرام و معرفت داشته باشیم، که صادق باشیم، که دروغ نگیم، که دزد نباشیم. تو این تایم انتخاب رشته یه کارنامه هایی دیدم، فقط اون آدم رو نزدم بهتره کنم و لهش کنم و غصه خوردم که چقدر آدم های بیشرف راحت بدون در نظر گرفتن انسانیت دارن زندگی میکنن. پاشو میخورن ها، یه جایی با مغز میرن تو دیوار، ولی ای کاشون لحظه بفهمن که این بدبختیه به خاطر چه کاریه. ای کاشون لحظه درک کنن که این فلاکتی که الان اینجوری این بختک افتاده روشون به خاطر چه کاریه. آی دانش آموزی که با هزار تا کثافت کاری امسال زیر 1000 آوردی، بدبخت محقت نیست، از دماغت میکشنش بیرون. و از خدا میخوام و از سازمان سنجش میخوام که واقعا وایسه و حق بچه ها رو بگیره. من 2 ساعت 3 ساعت اون روز درگیر حال مادر بزرگم بودم، رتبه ها رو 4 تاشون اعلام کردم، هیچ کار دیگه ای نکردم و واقعا شک داشتم به بعضیا. این همه 200 و 300 و 400 و 500 که برام اومد، واقعا میخوام با خیلی هاشون حرف بزنم که واقعیه. فکر نکن خیلی کار کردی، کارت کارستون بوده که از ساعت 10 به بعد با اسمس به جواب سوال رسوندم، تو فلان کانال تلگرام به دست آوردی، معلم بدبختی که جواب سوال به اینا دادی، مشاور بدبختی که این حرکت رو انجام دادی، پاشو میخوری ها. اگه از مقام انسانیت 1% بیای پایین تر، دیگه نمیتونی برگردی ها، دیگه نمیتونی برگردی ها. من تمام هم مقامم تو زندگیم این بوده که صادق باشم، که حرفم با عملم یکی باشه، که کسی بعداً نتونه بهم بگه بی شرف، نگه کم گذاشتی، نگه کم فروشی کردی، نگه نامردی کردی، نگه بی مرام بازی در آوردی. تمام سعیم هم کردم که این اتفاق بیفته. میدونم هم خیلی هنوز فاصله دارم، هنوز خیلی فاصله دارم تا اون نقطه، ولی بیایم اینو یاد بگیریم. دنیای امروز ما حالش بده چون انسان کم شده. بی شرف نباشیم، حق هم دیگر رو نخوریم. همین. یا حسین.